سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم آب اضافه میخواهی جایش نفت بده این خلاصه ی حرف های اشرف رئیس جمهوری افغانستان است که در جریان تکمیل آبگیری صد کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان خطاب به ایران گفته بود صد کمال خان سدی که در مسیر رود هیرمند که اهالی افغانستان آن را هلمند می‌خوانند احداث شده هیرمند از ولایت هلمند افغانستان سرچشمه گرفته و به دریاچه هامون که بین دو کشور ایران و افغانستان واقع شده سرازیر می شود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اشرف گفته رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده است و بر اساس قراردادی که در سال 1351 بین دو کشور به امضا رسیده و در مجالس قانونگذاری طرفین به تصویب رسیده حقابه هر کشور روشن است. اشاره خطیب زاده به کمیسیون دلتا در سال 1351 است که بر اساس آن مقرر شد که سهم ایران از رودخانه هیرمند 26 متر مکعب در هر ثانیه باشد. با این حال سهم هر کشور از آب این رودخانه در طول دهه های گذشته هموار مورد مناقشه طرفین بوده است. اشرف قنی در مراسم افتداه سد کمال خان تاکید کرده بود که اقتصاد ایران و افغانستان مکمل هم هستند. رئیس جمهوری افغانستان از مذاکره با دولت ایران خبر داده و گفته بود ولایت نیمروز نه تنها انبار آب افغانستان بلکه انبار آب ایران نیز میتواند باشد. در این برنامه دیدگاه همراه با عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان از انگلستان مناقشه ای ایران و افغانستان بر سر حقابه رود هیرمند را بررسی می کنیم. آقای دوشوکی ابتدا به اهمیت آب هیرمند برای سیستان بلوچستان و مردم و محیط زیستش بپردازیم حقابه ایران از هیرمند چقدره و چه تأثیری در زندگی مردم منطقه داره؟ حقابه ایرمند بر اساس قرارداد 1351 بین افغانستان و ایران 820 کیلومتر، متر میخوام متر مکعب هست در سال که برای هیرمند که به هامون میریزه و هامون و اون منطقه بسیار مهمه به اینکه حدود 15 هزار سیاد در اون منطقه از هامون سید میکردند هزاران کشاورز دامدار بیش از 120 هزار رأس گاف داشتند که در حدود هفتاد هزار هکتار زمین حاصلخیز هامون زندگی خودشون رو میگذاروندن و الان ما می بینیم که در طی این سالها که حقاوی آمون داده نشده متاسفانه 800 روستا تحت تاثیر قرار گرفتن و نیمی از اونها یعنی 400 روستا از سکنه خالی شدن و به استانهای دیگه بخصوص خصوص استان گلستان، خراسان و یزد و حتی زاهدان هم مهاجرت کردند صد کمال خان و اساسا سدسازی افغانستان در مسیر هیرمند چه طبعاتی به دنبال داره هامون به طور ویژه چه آسیب هایی خواهد دید آقای دوشکی داستان صده های مختلفی که در افغانستان ساخته شده و ها هامون واقعا داستانی است چشم ببینید در عرض سر و پنجاه سال گذشته یعنی دقیقا از سال هزار چهار قرارداد بین افغانستان و ایران منعقد شده از این قرارداد دو قرارداد بسیار مهم بودن قرارداد سال 1318 که باقر کازمی سفیر کبیر ایران در افغانستان و علی محمد خان وزیر خارجه افغانستان امضا کردند و قرار بود که نصف نصف بین افغانستان و ایران تقسیم بشه و تا اون زمان خب اوضاع خوب پیش میرفت تا اینکه افغانستان بعد از اون شروع کرد به ساختن صدهای مختلف از جمله صد کجکی بر روی هیرمند و صدهای انحرافی بغران و کانالهای انحرافی مختلف که مورد اعتراض ایران قرار گرفت یعنی از سال 1318 تا 1351 که قرار داده چهارم امضا شد این دعواها بین ایران و افغانستان بود اما از بدی روزگار و این جنگ سردی که بین شرق و غرب بود بین شوروی بلوک شرق و بلوک غرب بود در اون زمان در دوران ظاهرشاه افغانستان داشت به سوی شوروی میرفت و امریکا نگران بود به همین دلیل جلسات مختلفی رو با ایران و افغانستان برقرار کردند و واقعیت هم اینه که آمریکا به ایران فشار فشار آورد به شاه که در 1315 هرچی افغانستان بگه قبول کنه در نتیجه قرارداد جدیدی رو امضا کردن در سال 1351 و و که بر از... که واقعا به نفع افغانستان بود به طوری که وزیر دربار اسدالله علم در اون زمان گفته بود که این قرارداد یک خیانت هست به مردم سیستان و انگار تکه ای از گوشت بدن و منو پاره کردن و جلوی سگا انداختن این در خاطرات علم در جلد ششمش اومده با توجه به این معاهدات آیا افغانستان توان اجرای سیاست آب در برابر نفت رو داره یا مناقشه بر سر آب یک چیز اضافه بر سازمانه تا اونجایی که من تاریخ رو در عرض 150 سال گذشته مطالعه کردم واقعیت اینه که متاسفانه برای دولت‌های ایران از زمان رضا شاه تا محمد رضا شاه تا جمهوری اسلامی مسئله سیستان در رابطه با کل سیاست های اونا بین افغانستان و ایران یک موضوع جزئی بوده مثلا اینا میگفتن خب زندگی چندصد هزار نفر تحت تاثیر قرار میگیره ما نمیتونیم زندگی سی میلیون الان 85 میلیون رو به خاطر زندگی مثلا چندصد هزار در سیستان تحت و شها قرار بدیم به همین دلیل حد اکثر امتیازات رو به افغانستان دادن بخصوص اون قرارداد 1351 و, و, و امروزه ما میبینیم که متاسفانه افغانستان با توجه به اون که اون صدهای مختلف و کانال های انحرافی رو ساخته برخلاف فوق او قرار داده هایی که بین دولت ایران و افغانستان هست که واقعا حقاوی ایران رو به رسمیت شناخته اما میبینید در برخی از سال مثل 95 و 96 یک قطر آب هم به سیستان نرسید در صورتی که آب پشت سد کجکی هزاران میلیون متر مکعب بود و دولت ایران نتونست کاری بکنه اگرچه تا به حال بیش از 18 جلسه گذاشتن شوراهای مختلف مشورتی بین ایران و افغانستان بوده اما دولت ایران همان که گفتم به خاطر اون نگاه استراتژیک که به افغانستان در مردم سیستان را متاسفانه قربانی کرده اشرف غنی میگه نیمروز میتونه به انبار آب ایران هم تبدیل بشه افغانستان در ازای این آب انبار چه منافعی طلب میکنه آقای دوشاکی من, فکر کنم افغان ها در این مورد اشتباه میکنن یا آمدانه اشتباه میکنن به خاطر اینکه افغانستان شما اگر فضای مجازی افغان ها رو نگاه کنید اونها میگن ای شما نفت دارید نفتونه که یه قطره به ما مجانی نمیدید چرا ما آبمون رو بی موضوع نفت با موضوع آب یعنی یعنی رودخانه های فرامرزی و دریاچه های فرامرزی کاملا از نظر حقوق بین المللی فرق میکنه بین ایران و افغانستان یه قراردادی هست که این آب به ایران داده بشه البته در اون زمان که امضا شد حدود نیم قرن پیش واقعا موضوعی به نام محیط زیست نبود الان باید حقابه محیط زیستی هم به همون اضافه شه اما به هر حال آقای غنی میگه که ما حقابه شما رو میدیم ولی اگر مازاد اون رو میخواهید باید نفت بدید یا اون رو از ما بخرید در صورتی که اینگونه نیست تاریخ نشون داده که افغانستان از این صدهای مختلف و کانالهای انرافی که ساخته هر موقع که آب کم بوده یعنی خوش‌سالی بوده این ها رو خودش برداشته و نگه داشته پشت سدها و حقابه هیرمند رو هامون رو نداده فقط در مواقع این حقابه داده شده که واقعا سیلابای وحشتناکی اومده بارش های فراوانی اومده و اینها نتونستن این آب رو نگه دارن و این آب به هامون اومده کما اینکه در دو سال اخیر وقتی سد یا بند کمال خان در حال ساخت بود خب ناچاران آب میومد به داخل هامون یعنی افغانستان به قول اون مسئله فارسی میگن روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده آبی رو که از صد سرازیر شده به خاطر اون بارش‌های بسیار فراوان گفته ما این حقابه رو دادیم در صورتی که حقابه باید در هر زمانی در نظر گرفته بشه در حرفهای آقای غنی بحث دسترسی افغانستان به بندر چابهار هم به میون اومده دسترسی به بندر چابهار چه منافعی برای افغانستان به دنبال داره من گفتم در عرض پنجاه سال گذشته بین ایران و افغانستان این مشکلات بخصوص در رابطه با هیرمند همیشه بوده ولی این مشکلات به اون صورت حاد نبوده که در عرض مثلا هفتاد سال گذشته بین افغانستان و پاکستان بوده پاکستان اگر آمیانه بگم افغانستان را بی نهایت اذیت کرده از طرق مختلف که همه ما میدونیم در نتیجه افغانستان ما، تمام ماهیت خودش رو از طریق بندر کراچی می کرد تا اینکه پاکستان و هندوستان به هم خورد چون بسیاری از این کالاها از هندوستان میاد و ناچار شد قطع کنه و پا... پاکستان اجازه نداد در نتیجه دولت ایران اجازه داد که افغانستان از چابهار استفاده کنه حد اکثر استفاده رو از چابهار داره میکنه جاده هایی که از چابهار به میلک به مرز افغانستان در شمال استانین در سیستان میره با استهلاک وحشتناک ترافیک های وحشتناک اصلا محل مرگ و میر و کشتار مردم بلوچ در اون منطقه شده یعنی هزینه فراوانی دارن که افغانستان بتونه اون تمام کالاهای خودش از طریق بندر چابهار یا از طریق بندر عباس و بخصوص سوختی رو که افغانستان لازم داره از طریق ایران میاد در افغانستان باید تا حدی باشه و این حق دوستی و برادری رو بین دو همسایه رایت کنه اما میبینیم که علاوه بر اینکه ایران این امکانات رو در اختیار افغانستان قرار داده افغانستان هر روز هر سال برای رودخانه هیرمند داره سد میسازه و میگه این آب مال ماست به شما نمیدیم حالا یه نفر بلند مثل خود من که زادگاه خود من چابهار است بگم که خود خب چابهار مال ماست دیگه اجازه نمیدیم کالا های شما از اینجا بره باید برید دوباره به دامان پاکستان بیفتید ولی هرگز این کار رو نمی چون ما معتقدیم که مردم افغانستان همسایه ها و دوست ما هستند و به عنوان یک بلوچ در منطقه هیر نیمروز هم اونجا بلوچا هستند که واقعا از این سود میبرن در نگاهی که ما داریم نسبت به مسئله هیرمن نگاه برد برد برای هر دو مردم هست آقای دوشوکی میخوام ازتون سوال کنم درباره واکنش مقام های ایرانی به اظهارات و اقدام های طرف مقابل ارزیابی شما از واکنش طرف ایرانی چیه؟ و فکر میکنی چه اندازه دغدغه های مردم سیستان رو برطرف میکنه این واکنش رو میشه از این منظر مورد بررسی قرار داد که وقتی اشرف غنی اون سخنان رو تهدید آمیز خودش رو بر علیه ایران بر علیه هامون ایراد کرد سخنگوی وزیر خارج وزارت خارجه ایران تشکر کرد که بعد خود آقای غنی از سخنگو تشکر کردن گفتن حقابه محفوظه دستور که خود اینا هم میدونن محفوظ نیست نبوده در طول تاریخ و بعد دو سه روز بعدم در جلسه دیگری که فکر کنم در تاجیکستان بود آقای ظریف با وزیر خارجه افغانستان ملاقات کرد موضوع حقابه هامون رو اصلا مطرح نکرد و این نشون میده که برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست بسیار سپاسگزارم از شما عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان از لندن انگلستان امیدوارم از این گفتگوی دیدگاه بهره خوبی برده باشید ممنون از همراهی شما